سلام، چطورین؟ خوبین؟ اوضاع احوال خوبه؟ آقا من قبلا تو همین کانال عزیز دلمون این اسکرین پروژکتور برای اپل واچ اولترا 2 رو بهتون معرفی کردم. امروز یکی دیگه آوردم بهتون معرفی کنم از همون. حالا چلوش تا آخر ویدیو میفهمید. داستان از این قراره که تو اون ویدیو که لینکشو میذارم اینجاها بهتون گفتم که آقا این بهترین اسکرین پروتکتور تاریخ واسه اپل واچ اولترا دو رو دور این اینجاها رو اینجا رو بهتون نشون بدم. این دو رو همه رو پروتکت میکنه و بسیار خوبه برای اپل واچ اولتراتون و در واقعیت هم همینطوره. بسیار اسکرین پروتکتور عالی و در بهترین حالت از گوشیتون از ساعتتون محافظت میکنه، ولی خب کارش محافظته. جاتون خالی، من یه بار رفته بودیم سفر شیراز، اومدم از در خونه بیام بیرون در کوچه، یهو دیدم یه گربه پرید تو خونه، منم هول شدم، اینجوری دستامو اینجوری کردم و دستم با تمام شدت ساعتم خورد تو دیوار و اسکرین پروتکتورم خراب شد و ترک خورد و مجبور شدم که بکنمش. حالا عکسشو براتون میذارم این دورو برای که ببینیم به چه روزی افتاد، ولی باعث شد که من ساعتم دیگه اسکرین پروتکتور نداشته باشه. تا اومدم تهران و دوباره یکی دیگه رفتم تو سایت سفارش بدم، دیدم فقط مشکیش وجود داره، قبلی نقره‌ایش بود، نه رنگ نارنجیش هم وجود داره که نارنجیش کلا تو ایران نیست، نقره‌ایش هم تمام شده بود. این دفعه از قضا مجبور شدم برای محافظت هرچی بیشتر از ساعتم مشکیشو سفارش بدم. از اونجایی که من خیلی عاشق و دلباخته برند اسپیگنم، چون واقعا هر چیزی که داره کیفیت بسیار بسیار بالایی داره و خیلی دوست داشتم که یه بند ساعت خیلی متفاوت و جذابم داشته باشم، یه بند ساعت اسپیگن، این خیلی بند خفنی، خودش خیلی خوشحال شدم که تونستم سفارشش بدم، چون واقعا گرونم بود. یه بند اسپیگنم سفارش دادم. تو این ویدیو میخوام با هم دیگه جفتشو اینستال کنیم، ببینیم که قیافه ساعتمون از چی، اینجا نشون بدم، به چی تبدیل میشه. خب اول از همه من چند تا نکته بگم. آقا واسه اینستالیشن برای نصب هر اسکرین پروتکتوری، چه گوشی چه موبایل چه هر چیزی، اول شما این سطحی که دارین روش کارتون انجام میدین، اول با یه دستمال این رو کامل گرد و غبارشو پاک کنین، چون گرد و غبار دشمن اصلی اسکرین پروتکتور نصب کردنه. یکم جمله بندیم اشتباه بود، ولی خودتون ایشالله که فهمیدیم. خب بریم اسکرین پروتکتور رو باز کنیم ببینیم چیه. این پکیج که باز میشه یه سری چیزا داره با خودش، که این که how to installationه، یه سری وسایل داره با خودش که الان با هم دیگه میریم جلو، یه دستمالم داره، اینم که خود بازش کنیم، خود اسکرین پروتکتور، اینو از تو جعبش در بیارم، خوشگله، نه آفرین، جذابه. نقره‌ایش بیشتر دوست داشتم خود ایش. حالا بعد ساعت نصب کنیم ببینیم که چطور میشه. اینم بذارم اینجا، حالا ساعت رو در میاریم، ساعت هم اینو رو یکم ببریم کنار، میذارم اینجا که شما هم بتونید کامل ببینید. خب گفته آقا این چیز لاستیکی رو بذاریم زیر که ساعت مثلا تکون نخوره، درست بذاری تکون نمیخوره، غور نزن. خب گفته تمیزش کنین، اول با این دوستمون تمیز میکنیم. خب فقط من اینجا الان مقدار بیشتری باید ساعتمو کامل تمیز کنم، چون این دوربر هنوز اون چسب قبلیه هست، مثل همین خیلی دقت میکنم که کامل کامل تمیز شه، از انواع دستمال ها و انواع محلول های تمیز کنند و پاک کنندم استفاده میکنم برای اینکه تمام این چسب و چوسبا رو کامل پاک کنم، که خدای نکرده در مراحل اینستالیشن مشکلی پیش نیاد. دوباره اینو میذارم اینجا. خب من همیشه با چند تا دستمال پاک میکنم که گرد و خاک اون یکی و این یکی پاک کنه و اگه کرک و چیزی هم هست از بین بره. قاعدتا من ساعت هم گذاشتم روی اسلیپ مود که اگه کسی زنگی زد چیزی زد مزاحم من و شما نشه. خب حالا اینجا دوباره یه داست ریموال داره، استیکر داست ریموال هم برمیداریم. این چیکار میکنه؟ یه چسبیه که اینجوری
از بالا تا پایین میچسبونیم برمیدارین و گرد و خاک هایی که احیانا که حتما چسبیده به LCD ساعتتون رو میگیره. درستش اینه که من ساعتمو خاموش کنم و اینو نصب کنم که اینقدر این مشکل ایجاد نشه. حالا خود این داستان رو از زاویه های مختلف نگاه کنیم که اگه هر چیزی هست ورداشته بشه اولش خیلی راحت تره تا دوباره بخواییم این کار رو انجام بدید. حالا دوباره یه دونه ویت وایپ داره که این دیگه پاک کننده آخری است. اینو بازش میکنیم. من قشنگ میدارم این رو و LCD رو کامل پاک میکنم. هر چقدر حوصله بیشتر به خرج بدین نتیجه نهاییتونم به همون اندازه مطمئنن با حوصله تر و جذاب تره. خب اینجا از موبایل کمک میگیریم، فلش موبایل روشن میکنیم، این دوباره برمی داریم و اگه هر چیز دیگه هم هستم ور میداریم. به نظر من یه چیز بزرگی زیادی قاعدتاً نیست. خب حالا گفته چی بعدش؟ موبایل بذاریم کنار. گفته اینو بردارید و اینو بذارید این رو. یه فشار میدیم و کامل بدون مشکل چسبید. حالا اینو برمیداریم و کامل دیگه اینو با این دوستمون که بازم توی پکیج هست میفروشیم. من یه چیز جالب رو بهتون بگم، میفروشیم میگم، یه چیز جالب بهتون این دوربین خاموش نشه که تمام این پروداکت های اسپیگن مخصوصا این اینجا باید بهتون نشون بدم، اینایی که گلاس تی آرن همشون اگه شیشهشون بشکنه اگه ما تو ایران نبودیم و اینه گارانتی داشتن میتونستی به رایگان یکی دیگه سفارش بدی، ولی ما چون متاسفانه تو ایرانیم این مشکل وجود داره که مثل همیشه لگد میخوریم از هر چیزی که قرار گارانتی داشته باشه و تو کشورمون متاسفانه گارانتی نداره. خب اینو من دیگه ور میدارم با دست مقدار فشار، ولی خوشگل شد. قفلشو باز کنم LCD روشنشه، جذاب شد. حالا چی جذاب ترش میکنه؟ بند جذاب. اینو بذارم اینجا. خب در مورد این بند بهتون بگم که واقعا منو شیفته دلباخته خودش کرد. بند الان این جعبه رو داریم میبینید دوتا تیکه آلومینیومی داره که دقیقا مثل تیتانیوم اپل واچه و خیلی خوشگله واقعا. من این نکته رو بهتون بگم، اینو واقعا بهتون بگم، من این بنده رو، این بندو اینجا دیگه نگاه کنم، این بندو من خریدم فکر کنم 50,000 تومان، ولی وقتی یه روز دستت میکنی دستت بوی فاضلاب میگیره، یعنی دستت خیلی بوی بدی میگیره وقتی یه روز دستت میکنی. نمیدونم چرا و از چه ماده ای تولید شده، ولی خواهشم بنده خیلی ارزون نخرید، چون که باید پولتون رو در اصل دور میریزین. حالا بند خیلی گرون هم نخریدین، ولی بندی بخرین که یکم سر و صاحب داشته باشه، از مواد بازیافتی پلاستیکی آشغال جمع کن فکر کنم نباید باشه قاعدتا. خب من اینو باز کنم بند رو ببین. ماشاءالله چقدر خوشگله، چه باکلی، چه چقدر خوشگل. اینو از اینجا باید در بیارم، اینقدر خلو شدم نمیدونم از کجا باید چوی داشت. عجب جنسی داره، بسیار زیبا، خداییش آفرین. نوشته که اسپیگن این ایروین کالیفرنیا طراحی شده و مید این چاینا. یه حالت لاستیکی داره زیرش واسه اینکه آب رد و بدل شه و قابل تنفس باشه. روش هم یه حالت برزنتی داره، اینجا میتونیم ببینید، بسیار خفنه. این دوتا هم جالبه که یه لولا داره که به ساعت وصل میشه. ببینیم که
چه قیافه‌ای پیدا میکنه. یا کسی این در نمیاد وقتی یه بار میده تو این دگمه رو فشار میدیم به سختی خیلی زیاد در میاد. این برام در بیاریم. حالا فرقش اینجا میفهمیم که کیفیت چقدر زیبا، چقدر همین یه برش خوشگل شد. استاد میگه پشمام دستان رو میکنم. خیلی گنگش بالا رفت. چه فیل خوبی داره. نه با مشکی هم جذاب شد. اسکرین پروتکتور مشکی شد. میشم بیارم بالاتر اینجا ببینید. خیلی خوب شد. بسیار جذاب. اینم چم روش بیشتر پاک کنیم. خیلی خفن شد. بنده دارین در چه حدیه؟ من برای اینکه تو تاریخم ثبت شه قیمتا رو بهتون بگم که این اسکرین پروتکتور قیمتش 1300 و این بندم قیمتش 3500. متاسفانه بند نسبت به قیمت دلاریش ارزان‌تره، اسکرین پروتکتور گرون‌تره. میگم من خیلی از ترکیب این دوتا خیلی راضیم. اینجام دوباره نشونتون بدم بسیار خوشگل شد از نظر من، فوق‌العاده. حتی این مشکیش با این بند ترکیبش قشنگ‌تر شد تا نقره‌ش با این بند. سوالی داشتین تو کامنت ها خوشحال میشم بتونم جوابتون رو بدم. ماچ به کله همتون. تا ویدیوی بعد مخلصم.